های واتساپ ابوالفضل هستم. قسمت اول ترفندهای اندروید، بریم شروع کنیم. خب بریم ترفند اول. ترفند اول اینه که میخوایم چند تا اپ رو به صورت همزمان باز بکنیم و اونا رو کنترل بکنیم. برای این کار چند تا اپ رو باز بکنیم و این سه خط پایین رو بزنید و اون اپ هایی که میخوایم به صورت همزمان باز بکنیم. مثلا من میخوام نوت رو باز کنم. روی آیکونش کلیک میکنم، اوپنینگ پاپ اپ ویو رو میزنم. ببینید باز شد. شما همزمان میتونید برین کارهای مختلفتون رو انجام بدید و همزمان این رو هم داشته باشید. چهار تا گزینه بالا داره. اولی که ضربه داره میبنده، دوم اینه که بزنید کامل باز میشه و خودش فقط، و حالت سوم اینه که کوچیک میشه و به صورت یک آیکون در میاد. من بزنمش که ببینید، ببین اینجا به صورت یک آیکون در اومده، میتونید کنترلش کنید. یه بار دیگه روش بزنم، بازم به صورت پاپ اپ باز میشه. و بعدش هم اینه که اپاسیتیش رو کنترل میکنید. ببینید که میتونید اپاسیتیش رو کم رو زیاد بکنید. خب شما میتونید به صورت همزمان چند تا اپ دیگه هم همینطوری باز بکنید. مثلا من همین رو بزنم، میام اینور، مثلا همین مرورگر، یه بار دیگه پاپ اپ میزنم باز شد. خب من اگه دو بار دیگه روی این کلیک بزنم، بازم اینه که همزمان دوتا باز شدن. میتونید سه چهار تا رو به صورت همزمان همینطوری باز بکنید و حتی کاراتون رو انجام بدید و میتونید اینا رو هم کوچیک بکنید. مثلا اینو بزنم کوچیک شد، اینم کوچیک شد. خب رفت داخل همین، سه چهار تا دیگه هم همینطوری میتونید باز همینطوری کوچیک بکنید. بریم ترفند دوم. ترفند دوم حالت اسپلیتی، یعنی بیایم دو تا اپ رو باز بکنیم. این حالت قبلا تو نسخه اندروید کمتر خیلی مشخص بود که چطوری باید این کار انجام بدیم، ولی الان اومده به این صورت شده. کافیه که روی همین آیکون کلیک بکنیم و اوپن اسپلیت اسکرین ویو رو بزنیم، میاد بالا اون یکی، یکی دیگه هم انتخاب می‌کنیم که بیاد پایین. به همین سادگی. بریم ترفند سوم. ترفند سوم من میخوام همین حالت اسپلیت رو بهتون بگم. ببینید شما وقتی که حالت اسپلیت رو دارین میتونید از اون یکی به اون یکی کپی بکنید. مثلا من اینجا سلام به تریکتورای خوش اومدید، من اینو میگیرم، مثلا این رو گرفتم و اینطوری میگیرم، چند ثانیه روش کلیک میکنم، میارم اینور، اینجا قرار میدم. میبینید که اومد قرار گرفت. حتی لینک ها مثلا، خب دیدیم که اومد قرار گرفت. حتی میتونید متن هم، مثلا این متن رو اینجا بیاین بگیرین و هر مقداری که دوست دارین به این صورت به اینجا قرار بدین. دو طرف است، به همین سادگی. بریم ترفند چهارم. در ترفند چهارم میخوام بهتون یاد بدم که چطوری نقشه رو باز بکنین به صورت آفلاین. ببینید شما که جی پی اس رو وصل بکنین هیچ نیازی به اینترنت ندارین. جی پی اس خودش بدون اینترنت بهتون نشون میده که کجا هستین. میرین یه جایی، یک جایی که اینترنت نداره، به خاطر همین باید زمانی که آنلاین هستین نقشه اونجا رو دانلود بکنین. اون قسمتی که نیاز دارین، ببینید اول رو عکس پروفایلتون کلیک بکنید سمت راست بالا و بعد آفلاین مپس رو بزنید، select your own map. اون قسمتی که میخواین ذخیرش بکنین رو قرار میدین و بهتون میگه حجمش چقدر میشه. مثلا این گفتین قسمت 30 مگابایت و بعد روی دانلود کلیک میکنین. دیگه بدون نیاز داشتن به اینترنت این قسمت از نقشه رو داریم و فقط با فایل کردن جی پی اس بهتون نشون میده که کجا هستین. به همین سادگی. خب بریم ترفند پنجم و ترفند آخرین قسمت. میخوام بهتون یاد بدم که چطوری در هر جای داخل موبایلتون زوم بکنید. سه تا کلیک که من بزنم این زوم انجام میشه. میبینید سه تا کلیک هم بزنم برمیگرده. به همین سادگی. برای این کار باید چیکار بکنیم؟ ابتدا به ستینگ برین. به سیتینگ بریم و بخش اکسسبیلیتی و ویزیبیلیتی میایم پایین تر، بخش مگنیفیکیشن و گزینه همین اولی، این رو آن میکنید، این اتفاق دیگه رخ میده. خب اگه از این آموزش خوشتون اومد همین الان این ویدیو رو لایک بکنید، کامنت بذارید و برای اینکه فراموش نکنید سیو رو هم بزنید. اگه دارین از یوتیوب میبینید سابسکرایب رو هم فراموش نکنید. تا آموزش بعدی موفق و پیروز و سربلند باشید.